محصلان گرامی، با قسمت دوم جلسه پنجم درسی خود می رسیم. در این بحث تفکیک قوا را در تاریخ و اندیشه سیاسی اسلام با هم و بررسی می گیریم که در تاریخ سیاسی اسلام از این بحث چی مورد مطرح می باشد. بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره و تأسیس دولت اسلامی و انعقاد معاهده اخوت و برادری میان مهاجرین و انصار و تأسیس دولت اسلامی صورت میگیرد. با تأسیس دولت اسلامی در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم اصل تفکیک قوا را و صورت سیگانه آن در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین الا زمان ابو بکر رضی الله تعالی عنه و اوائل خلافت عمر رضی الله عنه مطرح نبوده. رئیس دولت یعنی رئیس هر سه قوا بود. اما در ایام نسبی خلافت بعد از گذر چند سال بعد از خلافت عمر الخطاب رضی الله تعالی عنه اینجا بود که بحث تفکیک قوا مطرح می شود. بعد از توسعه قلمرو سرزمین دولت اسلامی با مسلمان شدن گسترده سایر اقوام و گروه ها اینجا بود که بحث تفکیک قوا و صورت کامل آن در سرزمین در دولت اسلامی مطرح می باشد. اما در این راستا علامه ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه بنیانگذار جماعت اسلامی در پاکستان بیان می کند که اهل شورای اهل حل و عقد در دوره که ابوبکر رضی الله عنه را به خلافت منتسب کرد، عمر رضی الله عنه را در حقیقت امور اداری کشور و مشوره آنها بحث بود. در مسائل قانونی و حقوقی آنها تصمیم می گرفتند، اما مجریان و تطبیق کنندگان امور کسان دیگر بودند، از اهل حل و عقد نبودند و در امور قانونگذاری دخالت نداشتن. امور قانونگذاری وابسته به شورای اهل حل و عقد بود. اما در این عصر قضات کسانی بودند که غیر از این دو گروه بود و هیچ گونه مسئولیتی در امور اداری و اجرایی نداشتن و جلسات قضات کاملا خارج از حیطه قوای اجرایی و مقننه بودند، همانند داستان معروفی که در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه بود. همانا داستانی که آن علی رضی الله عنه زرهی که بتن داشت در مقابل مقدار پول آن را به یک یهودی گرو داده بود، اما چون فراموش شده بود. روزی حضرت علی رضی الله عنه دید که زرهی آنشا بتن یک یهودی است و گفت که این زرهی از من است. یهودی گفت که نه، این شما نیست بلکه نزد ما به رحم گذاشته در مقابل مقدار پول. نزد قاضی رفتن. قاضی با علی رضی الله عنه چنان برخورد کرد با مثل شهروند عادی و بعد حکم کرد که این زره از شما نیست بلکه از یهودی است. شما در مقدار پولی آن را نزد آن رحم دادید، هرگاه پولشان را مسترد کردید میتونید زره تان را عقص بکنید. این بزرگترین بحث استقلال قوای قضاییه میباشد. پس در اینجا بود که قاضی وظیفه تطبیق قوانین را به عهده داشت و خلیفه در مقام قضاوت نمی نشست. در این عصر بحث نیابت و تطبیق احکام به صورت کلیدی و اساسی وجود داشت و در آن زمان گفته می دانیم که به صورت کلیدی و بنیادی مقامات به صورت اساسی نزد خلیفه مسئول بودند در چارچوب عدالت اسلامی. در اندیشه سیاسی اسلام بین قوای سگانه تفکیک وجود دارد. منبع قانونگذاری قرآن، سنت و اجماع صحابه بودند و خلیفه در آن صلاحیتی نداشت. تنها وظیفه‌اش اداره و تطبیق احکاماتی بود که وابسته به شورای اهل حل و عقد و جانب قضا بود. خلیفه و والیان آن افراد و همانند افراد عادی از قضا و شورای اهل حل و عقد مطابقت می‌کردند و قاضیان توسط خلیفه منصوب می‌شد. بنابراین عدالت به صورت گسترده و اساسی تامین می شد و کسانی را در مقام می گماشتند که از عدالت، تقوا و پاکدامنی آن برخوردار می بود. به همین ترتیب در قرن هفتم میلادی استقلال قضا و تفکیک قوا و صورت اساسی آن به رسمیت شناخته شده بود، است در حالی که ملت های متمدن در اواخر قرن هجدهم امروز آن را به رسمیت شناختند.
بحث تفکیک قوا با مفهوم و خصوصیات هم که امروزی مطرح است هم در قرن هجدهم مطرح بوده است و در اصل یک سلسله دستاوردهای کلیدی و اساسی از جانب اندیشمندان مسلمان وجود دارد. برخی بر این باورند که از نگاه اسلام قانونگذاری از دو قوه دیگر جداست، اما دو قوه دیگر از نگاه ادغام یا انفکاک در داخل در قلم رویان با هم مباهات داره، یعنی تداخل دارند و تناسب شرایط و حالات می شود ادغام شود قوه مجریه و قضایه و هم تفکیک شود. بنان بحث اینجا بحث ادغام و تفکیک به دو صورت نهایی در یک نظام سیاسی می باشد، نه با نظام سیاسی و وابسته به شرایط زمانی و مکانی. در نتیجه گفته می دانیم که در تاریخ سیاسی اسلام و در اندیشه سیاسی اسلام اصل تفکیک قوا و اندیشه سیاسی اسلام در واقع اصل تفکیک قوا در تعارض جدی قرار ندارد و به این نتیجه می رسیم که اندیشه سیاسی اسلام اصل تفکیک قوا را به گونه اساسی و امروزی آن پذیرفته است و در اینجا به صورت کلیدی و اساسی اصل آزادی، مشروعیت حکومت و تقسیم کار و محتوای نظام صورت اساسی مطرح است و اینجا ایجاد فاصله نمی کند میان محتوای دینی نظام سیاسی. بنان ما در اصل در اسلام بحث تفکیک قوا را به صورت کلیدی هم می دانیم در آثار دانشمندان همانند نظام سیاسی اسلام یا فقه سیاسی داشته امام ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمت الله علیه دانشمند بزرگ اسلام، در آثار و نوشته های دکتر عبدالکریم ذاکر نایک رحمت الله علیه، در آثار و اندیشه های امام ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه و در آثار علامه سید جمال الدین افغان رحمت الله علیه می تانید ما این بحث را داشته باشیم. بنابراین تفکیک قوا بیشتر حاکم و رایج‌تر است و نوع رابطه در قوا هم در شریعت اسلامی نوع رابطه میان قوا به صورت اساسی تعریف شده است. بنان اصل تفکیک قوا از نظر اسلام به معنای نفی اصول و ارزش های شریعت اسلامی نیست، بلکه از نظر اصول و اساسات نظام سیاسی اسلام تابع مصالح و شرایط خاص زمانی و مکانی نبوده است، بلکه وابسته به ارزش های بنیادین اسلامی است که با روح و اساسات شریعت اسلام میتونه ایجاد کرده. بنان نظام سیاسی اسلام قالب ثابت و خاص برای خود تعریف کرده که با در نظر داشت اصول و اساسات ثابته تابع شرایط زمانی و مکانی خواهد بود. در تفکیک قوا در اندیشه سیاسی اسلام در این دیاگرام به صورت مشخص واضح بیان میکنه: اول، پذیرش این اصل از جانب شریعت. دوم، اصل نظریات امام ابوالعلا و ائمه و دانشمندان اسلام. می تفکیک قوا به سه شکل وجود دارد. میان این قوا استقلال و صلاحیت ها به صورت کامل تعریف شده است. ما در شریعت اسلامی بحث تفکیک قوا را به صورت مطلق دارا هستیم و قوی مقرنه به صورت مطلق تفکیک شده از دو قوی دیگر و در اندیشه و نظام سیاسی اسلام تفکیک قوا در تعارض قرار ندارد، بلکه اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام تابع شرایط زمانی و مکانی خواهد بود. این است مثلان گرامی بحث تفکیک قوا در تاریخ و اندیشه سیاسی اسلام. حالا برخی نظریه پردازان برجستی که در بحث تفکیک قوا است مثل افلاطون، مثل ارسطو و بحث دانشمندان ژان لاک، ژان ژاک روسو و عبدالرحمن ابن خلدون می باشد که می خواهیم از نظر اینها تفکیک قوا را من شما تحلیل بکنیم، تجزیه و تحلیل بکنیم. افلاطون نخستین کسی است که در کتاب جمهوریت خیش بحث تفکیک قوا را مطرح کرده. افلاطون عقیده دارد که وظایف دولت باید از دیگر شون جهت‌های باید به صورت واضح و اساسی تقسیم شود تا جامعه و استبداد کشانیده نشود. از نظر افلاطون تفکیک قوا یک بحث مطلق اساسی و نهایت ضروری در یک جامعه است و متکفل یک جامعه می باشد
و وظایف هیئت حاکمه باید مشخص گردد. افلاطون در کتاب قوانین وظایف دولت را به 3 دسته تقسیم می کند. در بحث اول میگه که جامعه که از چندین اجتماع و خانواده تشکیل گردیده است، این جامعه نیاز به قانون داره. پس قوانین از این نیاز به اگر در گذشته است نیاز به بازنگری. پس باید در اینجا قانونگذار انتخاب گردد که زمام حکومت و تمام قوانین جامعه و حکومت را در دست داشته باشد. و این قانونگذار باید قوانین را مبتنی به خاص ورزش ها و تحولات زمانی و مکانی جامعه داشته باشد و بعد قوه آن را در جامعه تطبیق کند. پس این سخنات به صورت اساسی مبین بحث تفکیک میان قوه مجریه و مقننه. همچنان افلاطون در کتاب قانون بیان میکنه که باید دستگاه قضایی و قضاتی وجود داشته باشد. هیچ جامعه ای را میگه نمیتوانن بدون و حاکم و دادگاه ها باشد. اما از این بحثی جایی این است که برای یک اداره منظم و منسجم در یک کشور باید مقامات اجرایی، تقنینی و قضایی وجود داشته باشد و صلاحیت ها تثبیت گردد. از نظر ارسطو یک مملکت باید به شیوه خاص تقسیم شود. این تقسیم باید در بحث قدرت سیاسی، قدرت قانونگذاری و قدرت قضایی باشد. ارسطو در بحثش بیان می‌کند که باید در یک جامعه 3 قوا وجود داشته باشد و این 3 قوا به صورت درستی وارد عمل شود. امور سیاست، رهبری، جنگ و صلح، انعقاد و ختم قرارداد، قانونگذاری و قضاوت را بر آهده داشته باشد. بالاخره نظریات عبدالرحمن ابن خلدون، دانشمند بزرگ و شهیر اسلامی را به بررسی میگیریم. عبدالرحمن ابن خلدون که در مقاطع سالیان 732 و 808 هجری قمری زیست زندگی میکرد، نظریاتشان در اصل تفکیک قوا میتانیم بیان بکنیم. عبدالرحمن ابن خلدون در کتاب مقدمی تحت عنوان در کتابش تحت عنوان مقدمی ابن خلدون بیان می کند که عمران و اجتماع برای بشر و رعایت مصالح آنها ضروری می باشد. عبدالرحمن ابن خلدون بیان می کند که در اثر احمال و تسامح جامعه به فلاکت و بربادی کشانیده می شود. تشکیلات کشوری و قدرت نفوذی از میان می رود. بنابراین برای وصول این هدف کافی است که وظایف و صلاحیت ها صورت اساسی مشخص کردند. با تفکیک این صلاحیت ها ما بحث محدودیت های را برای هیئت حاکمه میتونیم داشته باشیم. و از نظر عبدالرحمن ابن خلدون تأمین مصالح و خواسته های یک جامعه وابسته به قدرت مطلق زمامداران میباشد و این قدرت مطلق زمین ساز تطبیق قوانین شرع را مقید و محدود نمیسازد، اما زمین دخالت دیگران را محدود می‌سازد. و این طرز تفکر بیشتر گفته می‌تانیم که ما خواهان بحث تفکیک مطلق قوا هستیم. از نظر ابن خلدون تقسیم وظایف خلیفه و دو قسم دینیوی و دینی و دنیوی و وظایف و اموری که خلیفه باید انجام بدهد از صلاحیت قانونگذاری، صلاحیت اجرایی و صلاحیت قضایی تفکیک شود. بنابراین فقها در عمل، فقها و دانشمندان اسلامی در عمل در این راستا و دیگر شؤون اسلامی در یک جامعه بحث تفکیک قوا را مطرح می کنند به صورت غیر مستقیم و نسبیان. در اینجاست که باید خلیفه امور اجرایی را به عهده داشته باشد، مجلس قانونگذاری اهل و حل و عقل وجود داشته باشند و همچنان بحث منصب قضا وجود داشته باشند. بنابراین در اینجا به صورت کلیدی و اساسی به محور حق و عدالت توسعه می شود و در اینجاست که عبدالرحمن ابن خلدونی بحث را بیان می کند که خلیفه در رأس نظام و مهم کننده کارها بوده باشد و همچنان از استبداد و خودکامگی جلوگیری شود. میرسیم محصلان گرامی به بحث تحت عنوان دولت.
این که بحث پایان تفکیک قوا و بحث تحت عنوان دولت میرسیم. خب انشاءالله در جلسه ششم درسی من و شما بحث را تحت عنوان دولت و بررسی میگیریم. تعریف دولت، تاریخچه دولت سازی، عناصر تشکیل دهنده دولت، سرزمین قلمرو چی خواهد بود بحث میکنیم، رژیم سرحدی کشورها چی خواهد بود بحث میکنیم، انواع قلمرو با هم بحث میکنیم و بعد میریم روی انواع دولت ها و پیشینه دولت سازی در افغانستان حرف بحث های خود را خواهیم داشت. و امید موفقیت هرچی بیشترتان. معسلان گرامی، شما پیرامون سیمینارتان که برایتان وظیفه را سپرده بودم باید سیمینارتان را داشته باشین و کتاب را هم خریداری کنید. کتاب درسی را ممکن است کتاب و خلاص شود و دیگر وجود نداشته باشه، بعد شما به دردسری خواهید افتاد. بنان هر یک تان سیمینار هایتان هم باید تهیه داشته باشین و کتاب درسی خود را داشته باشین. و امید موفقیتتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.